سلام بر شما. به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه برابر است با 23 حمل 1403 خورشیدی. سرخط خبرها. واکنش ها به کشته شدن بستگان رئیس دفتر سیاسی حماس. امیرخان متقی در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه ابراز همدردی کرده و تأکید کرده که در نتیجه این فداکاری ها غزه آزاد خواهد شد. سازمان ملل متحد خواهشمندیم تا بی‌طرفی پیشکار نموده و موضوع غزه را تحت بررسی قرار دهد. تلی همدردی با شما مردم غزه بر هر روزه بسته گرنه ای که تلا حافظ به خانواده اسماعیل هنیه. نگرانی آمریکا از استفاده سوی کمک‌های بشری جهان با افغانستان. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده بار دیگر از بحران بشری در افغانستان و استفاده سوی طالبان از کمک‌های بشری به شدت انتقاد می‌کند. حقیقت دیگری را می دانیم که کمک های مالیات دهندگان امریکا به زنان و کودکان رنگ‌کشیده افغانستان نه بل و دست طالبان می رسد. ما هر نوع دخالت و تصرف در روند توزیع کمک ها را رد می کنیم. روزهای عید و اندوه دختران دانش آموز. این دختران از امارت اسلامی می خواهد تا به محدودیت آموزش دختران پایان دهد. خواستم از امارت اسلامی هسته که مکتبه را به ما به این حس ایدی واس کنم. اید ما مثل دیگر روزه عادی شده و هیچ لذت ندارم. پایان 60% کار انتقال گاز شبرغام مزار شریف. و حمله حوثی ها بر کشتی های آمریکایی در دریای عدن. وقت شما بخیر. من رازقیار هستم. امیرخان متقی در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس ابراز همدردی کرده و ادامه حمله های اسرائیل بر نوار غزه را نکوهش کرده است. این در حال است که روز گذشته 7 عضو خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به شمول 3 پسر او در یک حمله هوایی اسرائیل بر شمال نوار غزه جان باختند. ذبیح الله سریر با جزئیات بیشتر این خبر. مراسم تشییع جنازه 7 عضو خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس. الله اکبر. در حمله هوایی دیروز اسرائیل بر اردوگاه شاطی در شمال نوار غزه دست کم 7 عضو خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به شمول 3 پسر او جان باختند. اسماعیل برای فرزندان اسماعیل هنیه رئیس جنبش مقاومت اسلامی حماس دعا خواهیم کرد. این گروهی از مجاهدین شهید بخشی از این مردم هستند. بخشی از این مردمی که فداکاری کرده و شهدا تقدیم کردند. همزمان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در یک تماس تلفنی و با حضور داشت محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با رئیس دفتر سیاسی حماس ابراز همدردی کرده و ادامه ی حمله های اسرائیل بر نوار غزه را نکوهش کرده است. همه کشورهای اسلامی به یک صدا باید در مقابل ظلم و وحشت رژیم صهیونیستی اسرائیل ایستادگی نمایند و از سازمان ملل متحد خواهشمندیم تا بی‌طرفی خویش را اختیار نموده و موضوع غزه را تحت بررسی قرار دهد. همه جهان می فهمد که جنگ حماس فلسطین و اسرائیل یک جنگ بین دو قطب شرق و غرب امریکا و روسیه هستند و اگر با مخاطر که کشورهای عربی و کشورهای اسلامی هم خاموش هستند مداخله نمیکنند. اگر مسئله هم دردی باشه با مردم غزه بعد هر روزه به صورت بگیره، نه اینکه تالا حافظ و خانواده اسماعیل هنیه کشته میشه به هم دردی صورت بگیری. هم دردی سیاسی است. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در یک تماس تلفنی جان باختن 7 عضو خانواده رئیس دفتر سیاسی حماس را به او تسلیت گفته است. همزمان نیروهای اسرائیلی در دومین روز عید فطر
بخشهایی از شمال و مرکز نوار غزه را بمباران کردند. ما از آنچه دیده ایم شوکه شده ایم. شهدا کودک هستند. آنان هیچ اشتباهی نکردند. نتانیاهو، بایدن و هر کشور عربی دیگری که در برابر غزه توطئه می کنند باید بدانند که خدا برای من بسنده بوده و مجری امور من است. در سوی دیگر، باشندگان نوار غزه که به شدت با کمبود مواد خوراکی و دیگر امکانات نخستین زندگی روبرو هستند، می گویند که عید فطر برای آنان بی‌معنی است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر از بحران بشری در افغانستان و استفاده سوء طالبان از کمک‌های بشری انتقاد می‌کند. مایکل مک‌کال در مجلس استماعی تأکید می‌کند که در حال حاضر کمک‌های بشردوستانه برای زنان و کودکان در افغانستان نمی‌رسد، اما امارت اسلامی دخالت در توزیع کمک‌ها را رد می‌کند. آمنه حکیمی با شرح بیشتر این خبر. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا به کمک‌های بشریشان به افغانستان ادامه دادند، اما همواره از استفاده سوء این کمک‌ها از سوی امارت اسلامی انتقاد شده است. با تازگی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کمک‌های بشردوستانه آمریکا برای مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان در افغانستان نمی‌رسد. حقیقت دیگری را می دانیم که کمک‌های مالیات دهندگان آمریکا به زنان و کودکان رنگ کشیده افغانستان نه بل و دست طالبان می رسد. رئیس سازمان کمک‌های بین‌المللی آمریکا تأکید می‌کند که سازمان‌های امدادی در برخی مواقع مجبور شدند که فعالیت‌های خود را برای جلوگیری از استفاده سوء از کمک‌ها در افغانستان متوقف کنند. ما دیده ایم که شماری از سازمان‌های همکار ما روند ارائه کمک‌هایشان را به مردم افغانستان به علت سوء استفاده در توزیع این کمک‌ها و یا اینکه زنان را استخدام نمی‌توانستند به حالت طلیق درآورده‌اند. اما امارت اسلامی یک بار دیگر دخالت در توزیع کمک‌های بشردوستانه را رد کرده و می‌گوید که آنان تنها از روند توزیع کمک‌ها نظارت می‌کنند. ما هر نوع دخالت و تصرف در روند توزیع کمک‌ها را رد می‌کنیم. وزارت اقتصاد امارت اسلامی صرفاً نظارت می‌کند که کمک‌ها با شفافیت به افراد مستحق و نیازمند توزیع شود. پیش از این بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش گفته بود که جامعه جهانی از آگست 2021 میلادی تا اکنون نزدیک به 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که 2.6 میلیارد دلار آن را کمک‌های ایالات متحده تشکیل می‌دهد. همزمان با روزهای عید دانش آموزان دختر میگویند که از بحر دور ماندن از آموزش حال و هوای خوش ندارند. آنان باز هم ابراز امیدواری میکنند که در سال جاری خورشیدی دروازه های مکتب برایشان باز شود. دختران دانش آموز بار دیگر از امارت اسلامی میخواهند که به مسدود ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم پایان دهد. هدیه زیایی گزارش میدهد. سفره ایدی رنگارنگ را تنظیم می کند، اما می گوید اید لذت گذشته را برایش ندارد. با آنکه آرزو دارد در آینده بازرگان شود، اما می گوید بیش از 2 سال است در انتظار باز شدن مکتب هاست. اید ما مثل دیگر روزای عادی شده و هیچ لذت ندارم. و مثل که در سابقه بود، وقتی که ما از مکتب مرخصت می شدیم و وقتی فرداش اید می بود یا یک روز بر ما رخصت می داد، بسیار خوشایند بود و لذت می بردم از رخصتی های ما. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم دیگر نیز از مسدود ماندن دروازه مکتب ها به سطوع آمدند و بار دیگر از امارت اسلامی می خواهند که مکتب ها را برویشان باز کند. خواست ما از امارت اسلامی است که مکتب ها را به ما به این حس ایدی واس کنه. ما می خواهیم مکتب های ما دوباره واس شوه. من امسال از مکتب فارغ می شدم و عمرم هم تلف نمی شد، ولی خواستم از امارت اسلامی همی است که دوباره مکاتب باز کنند تا امی سالهای که از پیش ما رفته و تلف شده دوباره در سالهای آینده جبرانش کنیم. بسته شدن مکاتب برای دختر خانم های بالاتر از صنف ششم، دانشگاه ها و حال هم نهادهای دیگر آموزشی شبیه کورس ها و این استودوت ها به معنای آن است که ما به طرف یک قد کرده جدی روان هستیم که در آن در آینده مادران کمسواد فرزندان کمسواد به جامعه تقدیم میکنند. این در حال است که با سپری شدن بیش از 2.5 سال و آغاز سال آموزشی 1403 هجری خورشیدی، امارت اسلامی تا کنون درباره بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم هیچ سخن تازه‌ای نگفته است.
وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که سال پار برای نزدیک به 30,000 بانو جواز فعالیت توزیع شده است. به گفته سخنگوی این وزارت، این بانوان در حال حاضر در بخش‌های گوناگون در اداره‌های دولتی و خصوصی سرگرم کار هستند. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فعالیت زنان را در بخش‌های گوناگون در رشد اقتصاد خانواده‌ها و فراهمسازی زمینه‌های کاری سودمند می‌داند. اینجا یکی از کارگاه‌های خیاطی در گوشه‌ای از پایتخت است و به گفته مسئول این کارگاه، نزدیک به 30 بانو در اینجا سرگرم کار هستند. او هدف از ایجاد این کارگاه را پشتبانی از زنانی که سرپرستی خانواده‌هایشان را به عهده دارند عنوان می‌کند. حال ما به بودجه شخصی خود 30 تا خانم کار دادیم و زمینه کار برشان فراهم کردیم. اگر دولت هم رای همکاری کنه، شاید خانم‌ها به 100 و 150 و 200 خانم تبدیل شود. در سوی دیگر روبینا که 15 ساله است و در این کارگاه لباس‌های افغانی را می‌دوزد، می‌گوید که از بهر چالش‌های اقتصادی و کمک به خانواده‌اش اینجا کار می‌کند. مدت 6 ماه میشه که من اینجا کار میکنم و از زمینی که بر من مساعده شده زیاد خوشحال هستم و به خاطر از اینجا میام کار میکنم، به خاطر که فامیل خود یا خانواده خود حمایت کنم. خانم ها بیشتر حمایت کنن و زمینی کاری بیشتر و بیشتر بسازن برای خانم هایی که مثل من و نانوار فامیلشان هستن تا نفقه فامیل خود مهیا بسازن. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در سال پار برای 30,000 بانو جواز فعالیت توزیع کردند و این بانوان در نهادهای دولتی و خصوصی فعالیت دارند. میرمن ته په هغه برخو کې د کار جوازونه ورکړل شوي چې د میرمنو کار ته اړتیا لیدل کیږي او د دوی خدمات میرمنو ته وړاندې کیږي یا نجونو ته. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری فعالیت زنان را در بخش های گوناگون در رشد اقتصاد خانواده ها و فراهمسازی زمینه های کاری سودمند می داند. برای زنان باید فرصت ها مساعد شود در اقتصاد افغانستان، هم در تولید سهم بگیره و هم در تجارت و هم در صنعت و هم در خدمات سهم بگیره و بالاخره این یک قشر بسیار بزرگ جامعه سهم بگیره در تولید و در رشد اقتصاد افغانستان. ولایت هایی که پیش از 2 سال البته ما امرایشان ارتباطاتی هم نداشتیم، امروز شاید تجارت های خانما هستیم در اونجا و در عین زمان تمام ولایت در این عرصه سهیم هستند. بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع زنان، در حال حاضر در سر تا سر کشور بیش از 9,000 بانو در بخش‌های کشاورزی، بهداشت، مالداری، صنایع دستی و قالین بافی با داشتن جواز فعالیت می‌کنند. تپه گلغندی در این روزها گواه صدها تن از بازدید کنندگان از سراسر کشور است. این تپه در فصل بهار مملو از گلهای ارغوانی رنگ می شود. تفریگاهی که همه ساله در بهار سال به ویژه روزهای مناسبتی و سال نو مکان پر رفت و آمد بازدید کنندگان از سراسر کشور است. این خانواده که با بستگانشان به این مکان به تفریح آمدند می گویند که تپه گلغندی به دلیل شکوفا شدن گلهای ارغوانیش نسبت به سایر مکانهای تفریحی دیگر در این کشور جنب و جوش بیشتری دارد. با دیدن زیبایی های طبیعی که در تپه گلغندی پروان است و یک هوای گوارا در اینجا بدون گرد خاک و بدون آلودگی موجود است و همچنان یک زیبایی طبیعی را با دیدن رنگ گل ارغوان میخوان روح و روان خود شاد بسازند. از کابل آمدیم بخیر به گلغندی که ببینیم که گلای ارغوان یک پزای بسیار مقبول. بازدید کنندگان از این که در آرامش به تفریح و سرگرمی میپردازند شادمان هستند. ما هم همین تپه گلغندی را انتخاب کردیم به خاطر سیاحت و تفریح و بسیار خوشحال هستیم که اینجا هستیم. اسلام آباد مانده فعلا نمیده چای فروشی میکنم. دیگر روزانه دیگر برابری 100-200 2.5 ساعت 300 میشه. اید است، جوش ارغوان است، همه گیمیای ما هم اینجا میایم برای خرید فروش. تپه گلغندی در غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی از ساحات دیدنی و تفریحی است که در سال 1324 توسط بهایی جان یکی از شاعران افغانستان به نام تپه گلغندی نامگذاری شده است. جشن ارغوان که همه ساله در این تپه برگزار می شود 11 سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسمیت شناخته شد. باز هم خوش آمدید.
وزارت معدن و پترولیم از تکمیل شدن 60% کار پایپلاین انتقال گاز شبرغان مزار شریف خبر می‌دهد. به گفته سخنگوی این وزارت، مساحت این پایپلاین 95.5 کیلومتر بوده و بالای آن 6.9 میلیون افغانی سرمایه گذاری شده است. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری در بخش معدن کشور به ویژه معدن گاز تأکید می کند. وزارت معدن و پترولیم می گوید که بیشترین ذخایر گاز کشور در معدن یتیمتاغ، خواجه گوگردک و جرقدوق قرار داشته و در حال حاضر نیز از این معدن به گونه قانونی استخراج می شود. سخنگوی این وزارت همچنان می افزاید کار پایپلاین انتقال گاز از شبرغان که هزینه آن 6.9 میلیون افغانی و مساحت آن 95.5 کیلومتر است، 60% پیشرفته است و با تکمیل شدن آن فی شبانه روز 1.5 میلیون متر مکعب گاز به شهر مزار شریف انتقال خواهد یافت. بعد از اینکه پایپلاین امتداد می‌یابد به شهر مزار شریف، ظرفیت انتقال 1.5 میلیون متر مکعب گاز در پیش شبانه روز دارد که این گاز شبرغان به شهر مزار شریف، به پارک‌های صنعتی، به منازل و به یک تعداد فابریکه ها که امروشان قرارداد داریم به اون انتقال خواهد یافت. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری به ایجاد تصفیه خانه های میاری و پروسس معدن به ویژه معدن گاز در کشور تاکید می ورزد. بسیار اساسی است و حیاتی است برای اقتصاد افغانستان و باید برای او توجه شود. خصوصا امارت اسلامی باید به این توجه بکنند. ما فکر میکنیم که ما ذخایر بسیار کافی داریم. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی سرمایه گذاری روی استخراج معدن در کشور را در رشد اقتصادی مهم می دانند و بر استخراج آن به گونه معیاری تاکید می کنند. نړیوال کمپنی هغه ډیره غټه سرمایه گذاری غواړي او هغه ځانګړي شرایط غواړي چې هغه موږ لوسه پورې نه یو ورته آماده ځکه که تاسو وګورئ که چیرې یو غټه کمپنی راځي یو نړیوال تاجر راځي هلته سرمایه گذاری کوي هغه وضعیت ته ګوري هغه د ملک سیاسي وضعیت ته ګوري هغه د ملک اقتصادي وضعیت ته ګوري هغه ګوري چې په سیمه کې دا له کوم موقعیت برخورداره ده. با وجود داشتن منابع گازی در کشور، اما در حال حاضر گاز مورد نیاز از کشورهای آسیای میانه و ایران وارد کشور می شود. به این ترتیب می رسیم به پایان خبر شش. وقت بر همه شما خوش.